استعداد برتر بعدی گروه کامیار رو خوب میشناسید، کسی که هر بار با اهجاش صحنه دی وایس آف پرژیا رو به آتش کشیده. میدونید کیو دارم میگم. بریم و ببینیم تمرین های آریا چطور بود و امشب برای ما چی داره. آریا ببین کی... سلام کی اومد؟ وای خوبی شما؟ اینجوری هم یاده بریم بودن من تو این مرحله معنیش اینه که سختیامو کشیدم و هنوزم راه پرپیچ و خمیه ها، ولی جنگیدم تا رسیدم به اینجا. آخه من دوست دارم، تو که بلدی دلو از من ببری، تو دلم تو یه نفری. آخه من دوست دارم، یا بعد دومی بگه دوست دوست دارم. آره میگه که وقتی تحریر میزنی تحریر نباید بلا تکلیف رو هوا بمونه، وقتی میزنی باید یه مقصدی داشته باشه، یا درست بزن یا اصلا نزن. همه یه قلبمو بدادم. اینو دوباره برو. همه یه قلبمو بدادم. آره همین کارو بکنی، اما باید باور کنی به اون نوت. بهش گفتم ببین درسته که حال میکنی، اما اولین مسئولیتت اینه که تمرکز کنی روی نوتا، مخصوصا اگه آخر آهنگ نوت میره بالا باید نگهداری. قشنگ تمرکز کن و اونو درست تموم بکن. میبری یا نه؟ این قولو بهتون 100% میدم. یه پیام دارم برای کیان عزیز، خیلی مراقب خودت باش. همونطور که کامیار گفت، تو زلزله ایجاد میکنی تو مغزه، تو ذهن مخاطب، ولی من زلزله روی صحنه ایجاد میکنم. خیلی مراقب خودت باش. ببین آهنگ شادیه که میخوام اجرا کنم، فقط از مردم اینو میخوام زمانی که این اجرا دارید میبینی از جاهاتون بلند شید، تخم و اینا رو بذارید کنار، فقط برقصید و کیف کنید. همین.
بازم که تلفن دیو آتیش کشیدی ها، دل همه رو بردی ها، دل ما رو همه تماشا چه بیم چیکار کردیم. به 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 سفره خب خب میخوام برم سراغ استاد مرتضوی عزیز. خب استاد، شما در مرحله آزمون وقتی که آریا آهنگی از کامیار رو خون بهش گفتین که از خود کامیارم بهتر اجرا کرد، هنوزم همین عقیده دارید؟ اگر نسبت به اون آهنگ قبلی که اجرا کرده آریا، آره هنوز میگم خیلی بهتر از خود کامیار اجرا کرده. بله بله کامیار خوانمده بسیار نازنینیه، ولی آریا یه کارهایی میکنه با این صحنه که هیچ کس نمیتونه بکنه. اصلا یه برنامه‌ای داره. حالا نظر ما راجع به اجرای امشبش اگر بخوایم بدونید، آریا خیلی شیرینه، خیلی شیرینه. اجراش که معرکه بود، خیلی خوب بود، معلوم بود با کامی جان خیلی زحمت کشیدن و به خوبی از عهده‌اش برآمد. من فکر می‌کنم اگر این برنامه The Voice نبود، یعنی فقط صدا نبود، اجرا بود، تو در تمام دنیا اول می‌شدی، بین فرق نمی‌کرد ایرانی آمریکایی. به افتخارشون بگم چون اجرات بسیار بسیار قویه، از صحنه نمی‌ترسی و یه کارایی می‌کنی که یه شیرینی‌های خاص خودت داری که بین مردای ایرانی مثلا من 100 سال نمیتونم بدون از این قدمای تو برمیداری بردارم. ولی خب این برنامه The Voice و انشالله که مقامی رو که استحقاقشو داری به دست میاری. عالی بود دیگه، چی از این باشه. سپاسگزاریم آقای مرتضوی عزیز. خب کامیار، به عنوان هنرمند شما آینده این جوان رعنایی که این هم کامنت گرفته چی میبینی؟ ببین آریا جان، مثلا راجع به تو هیچ شک ندارم، اصلا احتیاج نیست من نظرمو بدم، نظر معلوم بود که چی بودش دیگه. اومدی اینجا رو منفجر کردی و تو یه خواننده هستی که خب درست خوندن اسم این برنامه The Voice هست و این بدبختی اینه، اما تو کاری که میکنی بیشتر از The Voice، به خاطر تو فول پکیجی. آره یعنی صدا داری اما گمونم صدات هم دوتا جا هم اگه غلط خوندی اصلا کل پکیج آدم نگاه میکنه اصلا مهم نیستش، به خاطر اینکه اشتباهات هم شیرین میشه. اینقدر اون انرژی که داری، اون چهره مهربونت، اون لبخندت، همه چی اینقدر طبیعیه. آقا اگه خواستگاری بود دیگه الان داده بودن دختر رو به خدا. آقا والا حالا مثلا دلش نمیاد یه چیزی بگه، میخواد بغلش کنه. عزیزم تو هر کار بغلم بکن دیگه، میخوای بودو بودو یه بغل کن سری برگرد، برو تو هر کار بکنی اوکیه، برو بیا وقت نداری.